پیش ابتدای کار اسلام آمد مولود مصطفی علیه السلام باز گوییم که هیچ فخری سیستان با بیشتر از آن نیست و به دو روایت حدسنا و اندر کتاب مولود محمد مصطفی علیه السلام گوید تا به کعب اما ما شرط تطبیل بر رفکندن کرده ایم. اما سعید ابن امر الانصاری گوید از پدر که ما هیچ کسی ندیدیم که او صفت پیغامبر علیه السلام نادیده بهتر دانست و دیده از کعب و دعوام. و بیشترین سبب و بیشترین سبب اسلام ما از پیش دیدار مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم از خبرها و روایت بود که ما را کعب کردی از حدیث او از پیش مبعث او چون که خاتم نبوت او و اخلاق او و صورت او پیش از دیدار او بگفته بود و آنچه بدیدیم باز سال و ماه و روز و ساعت مرگ او صلی الله و علیه و سلم ما را بگفت و آن شب که مصطفی فرما یافت ما با کعب به شهری بودیم کعب نخفت و همه شب همی بیرون شد و باز در می آمد و به آسمان می نگرمی. با بامداد گفتیم یا با اسحاق دوش از تو عجب دیدیم بگریست و گفت بودنی بود و پیغمبر ما علیه السلام اندر این شب رفت که در آی بهشت گشاده بود رفتن او را و اندر زمین ما جای بزرگ اندر زمین ما جای بزرگ بزرگوارتر بزرگ نیست زان جایگاه که او را کنار گیرد مرا از او عجب آمد او بازگشت و من رفتم تا او را بدیدم بل نکته ای نداره این چه ابوالبهار بعد اشتباه اشتباهان میگه اخبار هم میگن خب ولی نکته خاصی نداشت مشخص بودم اما چیز دونم اگه این کابل الاحبر فکر کنم تو متونه بعدی اینجا انگار تلقی مثبت داره ازش نمیدونم ولی نمیدونم چیزایی که روش به اسرائیلیات و اینها میگن انگار راویان مثلا ثقه ای نیستند نمیدونم اگر اشتباه نکنم و اینکه اینجا میگه اما ما شرط تطویل برفکندن کرده این متوجه نشان مرزی میشه یعنی ما نیم خواهیم که به در آزا بکشه بس ما خواهیم که مختصری ازش بگیر ما نیم خواهیم کلام رو تطویل بدیم و اینکه که ببینین به احتمالا رواهات شی احتمالا به خاطر اینکه زیاد پسندیشون چیزی نگفته احتمالاً این کار کردن با ایشون و کما اینکه بسیاری دیگر از این اهل حدیث هم همین بلا رو به سرشون وردن حساب میگن که به ابن عباس گفته بودن به در واقع پسر پیغمبر که میگن نزدیکترین شخص هم به پیغمبر بود میگن که بهش گفته بودن از پیغمبر حدیث چی شنیدی؟ میگه من سه تا حدیث شنیدم و خب خیلی هم بشن از بوده لاقل خب مثلا ما الان ده تا کتابی حدیث داریم شیشتاش در واقع سحاه ست از که مال اهل سنته و چهار تا هم گذبه هر و اندر حساب ده تا کتاب حدیث داریم از اون ست حدیثی که ابن عباس بود و الله تشکر تا ابو بکر صدیق رضی در گذشت به روزگار عمر رضی مد... به روزگار عمر رضی به مدینه آمد نزدیک او شدم سلام کردم مرا بدانست و نزدیک کرد مردمان را خبر می گفتم زان چه زو شنیده بودم مردمان عجب کردند گفتند او به جادوی گفت که همه همچنان بود که وی گفته بود او سخن مردمان بشنید گفت الله اکبر الله اکبر به خدای تعالی که من جادو نیم باز فرمان باز فرمان داد تا صفتی خور بیرون آوردن سفت همون صبر از دره بیزا قفری از ذر سرخ بدان برنهاده مو کرده مو برگرفت و قفر بکشا حریری سبز بیرون کرد و اینک صفت مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم من از اینجا گفتم باز گفتیم یا ابا اسحاق اکنون بر ما خان این صحیفه و ابتدای حال او تا انتخاب ما را برگو گفت چنین کنیم ان شاء الله علی میوت کردم و نوید من خودم میوت میکنم علی ببخشید تو نبود این رضی الله عنه برای این چهار تا یاره پیغمبر برای سه میگن رضی الله عنه برای ابوبکر و عمر و عثمان و برای حضرت علی میگن کرم الله و برکره اون معتقد بودن که در واقع باید یه تخفیبی خدا و حضرت علی بده تا خدا ازش راضی بشه از این بابت که سه تا جنگ با مسلمانان کرد اگر یه جایی دیدین که فرق گذاشتن بین علی با اون سه تا تو خصوصا تو در واقع خصوصا که نقصان تو منابع سنینه که اون سه نفر رو بهتر از علی میدونن اونا داقل با ما سلمانه چنگه رو چه با حالی یافرین؟ یه بدانستن داشتیم توی سطر آخر صفحه قبل وانای شناختن خواستن هم باشه که دانستن وانای شناختن توی موزونه اونجا هست بدانست. یعنی را شناخت بله بله ایزد تبارک و تعالی چون خواست که سید ولد آدم محمد را بیافریند جبرئیل را فرمان داد تا از قلب زمین یک قبضه بیضا که نور و بهای زمین است برگرفت بدان جایگاه که اکنون قبر او است و آن قبضه به آب تسنیم بسرشت بمالید تا چون دره بیزا گشت باز به همه جویهای بهشت آن را بشست و اندر آسمان ها و زمین ها بگردان و به دریاها تا همه ملائکه ملائک را معلوم گشت فضل مصطفی علیه السلام بیش از آدم سروات الله انه چون آفرینش آدم تمام کرد و روح در او موجود آورد آدم از میان جبلت خیش آواز بشنید گفت سبحانک با خدایا این چیست ایزد گفت یا آدم تسبیح خاتم الانبیا و سید ولدک من المرسلین بپذیر آن را به عهد و میثاق من که به هیچ جای ودیعت نکنی آن را مگر به پاکان و پاکیزگان آدم گفت پذیرفتم ای بار خدای پس نور محمد صلی الله علیه و آله و به, به دایره قره جبین آدم صلوات الله علیه پیدا بود چون خورشید به دوران فلک من نکته خاصی نداره این فقط فکر میکنم که اون بیش از آدم صلوات الله علیه شاید پیش از آدم باشه بهتره قرهم که فکر میکنم یعنی پیشانی این ابتدای هر چیزه دیگه بعد شما بعد بر... نه آره معنیش اون با خاطر که ابتدای هر چیزه روزم ابتداشم هم میگن قلعه روز و در واقع این وجه و پیشانی و اینارم چون اولین جایی انسانه که میبینی تو دیدار برای همه میده و آدم چون خواستی که به هوا نزدیک گردد تهارت کردی و عطر به کار بردی و هوا را بفرمودی تا همچنان کردی تا یک را شیس, شیس پدر انبیا علیه السلام موجود گشت آن روز جوی بهشت آدم و هوا را گشاده شد و رحمت ایزد تعالی ایشان را اندر گرفت تا خیشتن بدان آب بشستند و زان بخوردند بامداد آدم نگاه کرد آن نور بر روی حوا بدید شاد شد و حوا را هر روز مرتبه زیادت گشت تا مرغان هوا و ددان و حیوان همه به هوا اونس گرفتند آدم علیه السلام به دو هیچ تقرب نکرد و فریشتگان هر روز به سلام و تهنیت به سلام و تهنیت او همی آمدند و آب تسنیم همی آوردند تا از آن خوردی تا خلقت شیس تمام گشت جداگانه که با او هیچ فرزند دیگر نبود تا از مادر جدا گشت و نور مصطفی صلی الله علیه به میان جبین او پدید آمد به میان جبین او پیدا آمد ایزد تعالی حجابی از نور میان او و آن ابلیس ملعون برآورد پانصد سال راه و آن نور هرچند شیس میفزود همی برفزود تا به آسمان ها بر شد و هر و هر ملک که دید همی گفتند که نور مصطفی است صلی الله علیه نه نکته ای نداره اینکه بعدتر در واقع تو روایت اسلامی شیست به در پیامبرانه و اینا در واقع پیغمبرم با یه واسطه‌ای به همینا وضع میشه حالا بعدتر مثلا میاد تا یه جایی که به نوح میرسه دوباره اونجا تقسیم بندی از نوح شروع میشه چون معتقد بودن که در واقع کسی رو زمین نمونده پس قاعدتاً با یه ربط و ضبطی به نوح می‌دادن اعزاد چه چشیس به حد بلاغت رسید یا چشیس به حد بلاغت رسید و گاه رفتن آدم آمد دست شایسته گرفت و او را به نزدیک حوز اعظم برد و گفت ای پسر این نور که تو داری بدیعت ایزد است نزدیک من که نگذارم آن را مگر به پاک در این جای چه به مردان چه به زنان باز گفت بار خدایا فریشتگان فرستی تا بر شایس گواه کنم جبرئیل علیه السلام اندرون آمد با هفتاد هزار فریشته با حریری سفید و قلمی از قلمهای بهشت و سلام کرد و گفت یا آدم اینک قلم بهشت و حریر و این قلم را دوید نمیباید که خود چندان که بنویسی مداد دارد بر این حریر بنویس چنان که بر تو نوشتند آدم اهدی نوشت و شیس و خدای را و فریشتگان را گواه کرد و برنوشت و به خاتم جبرییل صلواتول... صلوات الله کرد و به جبرایی بدیت نهاد آن عهد ما ما از اون شاید می‌خواست بگه آره سری قولی بود خاطر اون قره که اشاره کردی بگم که توی همین واژه هم خانوادهش واژه غر رو هم داریم به معنای کسی که موهای جلوی پیشونیش بالای پیشونیش جلوی موهای جلویی سفیده بهش میگن غر یه واژه همینجوری هم دلاغ غر یا غره یا چیزی این عبارتش تو ذهنم نیست به معنی اصبی که این پاهای جلوش روی سومش اینا سفیده اینا با همش خب هم بله بله من این نکته هم اضافه کنم جبهرم پیشانه میگفتند به خاطر اینکه که واقع نزدیک ترین جایی برا دیدن اینا همش به هم مربوط میشن در واقع این موزه که اسم مشخص اون خاتم جبرئیل هم که مهر کرده چون قدیم مورا رو انگشتر بود دیگه خاتم روی انگشتر خاتم سلیمانی مثلا پادشان ها جدید مهر میکنن با انگشترشون مور میکنن بله این در واقع نگین پادشاه مهر پادشاه هم تو موتون هم زیاد هم. گفتم بدون که یه یعنی جلال پور یه جایی پیدا کرده بود که خب عمرش کفاف نداد به مارم نگفت که عنوانی مهر شاه شجاع راستی بوده اینی که روش نوشته بودن در واقع بعد اینکه میگن راستی آتمه فیروزه روزه بوهس حاقی خوش درخشید ولی دولت مستعجل مستعجل بود مهر نگین شاه شجاع در واقع راستی روش نوشته بود سبحان الله از این کاره که حافظ میکنه این بیتا بله ماغم چقدر ما آقا. و اندربفت دو قلا آوردند از بهشت به نور و رنگ خورشید و بر شیس پوشیدند به فلاب و محوایلتون و ایسی را ایزت تادا به زمین به ویداد که راست دربار ارد است جبرهئیل علیه السلام خطبه بخواند و ملایکه گواه بودند ولی آدم علیه السلام بود و قبه ای از زمرد سبز گرد محوایله اندر گرفت و به قدرت باری تعالی باز محوایله از شیس بار گرفت و اندر وقت از هر جای ندا شنید که انی ان انی ان یا بیزا نور محمد علیه السلام زیتو آمد ایزد تعالی آن قبه از چشم مردمان و از شیاطین اندر حجاب کرد که هیچ کسی زانسو نتوانستی نگریست از نور بسیار که چشم وی نابینا گشتی در بعد چون بیزا انوش را بیاورد و آن نور اندر جرین او بدید شاد شد آقا حمید بفرما آقای ابراهیمی کی از سایز بار گرفت؟ اینجا نشته مه با یله خب این مهد آیله خواهرش بوده والا اینا رو ما میتونیم ارز کنم خدمتتون که با این فرمولی که بقیه رو درست کرده بگیم نه چون در واقع میگه اون قبلی هم که داشت میگفت میگفت که گلش که آماده شد بعد مثلا داستان خیلی چون اینا پرهیز میکنن از ازدواج مهاره قاعدتا نمیتونی اینا پیدا کنی ردش ببنونم چه بزرگ شد بزرگ شد شیس آن ودیعت به عنوش سپرد و به قینان و قینان به مهلایید و محلایید به یردویر زنی اختیار کرد یا توی پابرقی گفته و محلایید نیز زنی اختیار کرد ممکن هم اینجوری باشه یه نصب دیگه هم گفته یه اسم دیگه چنان که فرمان بود نامش اجرت و بار گرفت و اخنوز که ادریس بود بیامد و آن نور بر جبین او پیدا شد همان وصیت و عهد به دوست سپرد و او بپذیرفت و بروها را بزرگوارتر زنان را بزنی کرد و متوشلف از او بیامد و متوشلف را لمک بیامد و لمک مرد بزرگوار بزرگوار با قوت بود قینوش بنت برکائیل ابن مهوائیل را به زنی کرد نوح صل الله علیه و سلم از او بیامد و آن نور پیدا لمک آن اه به نوح پیوسته کرد و او قبول کرد امریه را به زنی کرد زنی بزرگوار مؤمنه صالحه بود سام از او بیامد و نور مصطفی صلی الله علیه و رو پیدا نوح آن نور به وی ودیعت کرد و او به بپذیرفت و تابوت آدم علیه السلام به دوست سپرد و آن تابوت از درگه بیزا بود و آن را دو در بود از ذر سرخ و دو بند از زمرد سرد و زنی به دو دادند از دختران ملوک چنان زنی که در همه عالم او را نیز به خست و جمال و پاکیزگی نظیر نبود این نوکتش که الان از نوح رد شدیم این سام و بعد یافص هم هست که خب تورکا نسل خودشون رو به یافس می میرسونن این در واقع پیامبران سامی هم که معروف این که الان تقابل سامی و آریایی هم هست اینا قاعدتاً نسلند که از سام نوح یعنی این سام به اون سام شانه ارتباطی نداره یه ای که میخواستم بگم ما ابته من زیاد وارد نیستم ولی تو تورات ظاهرا این ازدواج و فامیلی بوده و حتی بدتر از اونم بوده چون معتقدن که شریعت ا داوود اورد و تا قبل از شریعت یعنی قبل از اینکه شریعت بیاد هر کاری کردن بالاخره بخاطر جهنم بوده و حتی مثلا میگن که داوود قبل از اینکه شریعت ا بیاره لباتکارم بوده و خب اینا میگن دیگه اونا. اون طرح خب من تخصصی ندارم حقیقتا تو تورات و اون مسائل. ولی خب احتمالا ابراهیم و اینا هم خوهرشون رو گرفته بودن و ظاهرن. عرض کنم خدمت از این ازدواج با مهارم هم توشون بوده. ولی تو اسلام کلا پریز میکنن از گفتنش اگر یه جایی هم ربط و ضبطی باشه سعی میکنن کورش کنن. فرفخشد از او بیامد و نور بیاورد سام تابوت و نور به دوست سپرد او قبول کرد و فرفخشد مرغانه را به زنی کرد و آبر از او آمد و او اود و نبی بود صلوات الله علیه نور بیاورد و از هر جای ندا برآمد که این نور مصطفاست که بوتان بشکند و کفار هلاک کند و تابوت و نور پدر به دوست او قبول کرد میشاخا را بزنی کرد فالخ از او بیامد و از فالخ شانخ و از شانخ ارغوا و از ارغوا اشرو و از اشرو ناجورا و از ناجورا تارخ و از تارخ آذر تا بنت سمر را بزنی کرد و خلیل ابراهیم صلوات الله علیه بیامد و در وقت مولود ابراهیم دو علم پدید آمد یکی به مشرق شد و دیگر به مغرب همه دنیا پر نور شد نوری سوی آسمان چون عمودی بر شد چنانکه آوازی از آن همی آمد ملائکه بدیدند و گفتند بار خدا یا این چیست؟ آواز آمد که نور محمد است صلوات الله علیه و باز ابراهیم را علیه السلام حجاب برگرفته شد چنان که آدم را علیه السلام بود از پیش تا بدید همه بنی آدم را و از امت انبیا علیکم السلام امتی ندید بزرگوارتر از امت مصطفی صلوات الله علی خواست که بپرسد ندا آمد که این محمد است یا خلید حبیب من صلوات الله علیکم ما. و دون این هیچ حبیب نیست من او را یاد کردم پیش از آفرینش آسمان و زمین و پدر پدر او آدم آن روز میان گل و روح بود و تو و او اندر, در اندر درجه برترید و من نور او به تو پیوسته کنم و از تو به اسماعیل صلی الله علیه و سلم و کرم و خیر و بزرگواری را فرمودم تا با او همراه باشند این بگو اول فرجان بگو فکر این نفتی بگیم ازاره. بسام راجع به همین سیر بچه دار شدن اینا یه بگم تو تورات بگو ببین اون چیزایی که از چیزی که الان تورات جلوی من بازه اون چیزایی که گفت از آدم تا نو خب یه, یه نگفت ولی خب خیلی شبیه بود آدم و شیس و انوش و قینان و محل و محلل و ایل و بارد و خنوخ و تا لمک و رو که اون از همه بیشتر رو میکنه کنه و لمک و میرسه به نو بعد از نو که اون ستا پسر سام و حام و یافس رو داره اون معجوج مثلا میشه از نسل یافس بعد اون اشکناز که میگن یهودی های اشکنازی اون از نوه های یافس بازواره میشه این مفسر توی همون اول تورات سفر پیدایش گفته از نسل هام معروف ترینشون هم که بعد ها کنونیان هستند نمرود هم از نوه های هامه و توی چیز اصلا شخصیت بدی نیست توی دوراتی پهلوان زورمندی و از نسل سام هم ایلام و آشور و آرام زبان آرامیان از اونان که حالا همه چی این چیزشون بوده دیگه نه توجیه نسل شناسی و زبان شناسیشون و اینا بوده و از نسل سامی که سام عرفت شاد و داره و شاله و تا میاد پایین میرسه به تاره که اینا میگن تاروخ و ابرام که اسم اول ابراهیم ابرام بوده و بعدن که خدا بهشون عهد عهد دوم دیگه عهد دوم رو با ابراهیم میبنده اسمشو بذار ابراهیم یعنی کسی که نسلش زیاده یه چیزی توی این مایه هیچی حالا بحث تورات شد خواستم تا اینجاشو آپدیت کنم که تورات چی میگه درسته در وقت خیلی خوب بود هر چی زور زدم یا یادم خام یادم نایم و اگر حفی دونستم سه تا به سر داشتنی. آره این در... این بحث نور محمدی تو در واقع آثاری این و غذا تو این هم خیلی پر رنگ میگن اونا معتقدند که نور محمد قبل از همه کائنات ای خب, خب اینجا تو همین اشاره میکنه. بریم من یه چیز دیگرم بگم باز بین اون سه تا پسر نوح اون داستان مشهورش رو شنیدید که یه جایی لخت بوده و حامی که میاد میبینه و به باباش میخنده و وقتی نوح بیدار میشه نفرینش میکنه و توی افسانه هاشون میگن که هام همون موقع صورتش سیاه میشه و نو هم که قاطی میکنه کنان نوه خام رو نمیده میکنه و این خب خیلی توجیه داشته برای بعدن ها که یهودی ها یعنی بنی اسرائیل به کنانی ها حمله میکردن که شما مثلا نفرین شده اید و اینا و بعد ها هم توی مثلا همین قرنهای بعد تو توجیه بردهداری سیاه پوستا اینا رو میگفتن اینا نوه های هامن که چون نفرین چیزم این بود که نفرین نوح این بود که نوادگان تو هم بردگی خدمتگذار نواهای دوتا خواهند و اینا خیلی استفاده کردن توی توجیه بردهداری دیندارا یه زمان همین ممنون ممنون اسم. میوتی اگر جونم الان سلامت باشه من این صفحه 43 حالا کتاب انتشارات اساتیری چاپ اساتیریش پیش رومه این قسمتی که داشتن میخوندن حالا با توجه به مقدمه بهار اینجا خیلی فکر کنم واضحتر اون حرفش که جایی از این مد ترجمه است یعنی ترجمه از عربی به فارسیه مثلا همینجا این حدیث معروف است که کنتون نبی و آدما بین موتین عینا اومده که پیش از آفرینش آسمان و زمین و پدر او آدم آن روز میان گل و روح بود کم و کم خواستم فقط همین رو بگم که اینجا خیلی ملموس اون حرف بهار و واقعا این تیزمینی شدید بله و, و در ادامه بعدتر میبینیم که اصلا متن عوض میشه و ظاهرا نویسنده هم عوض میشه و بازی نمالاته بهار دریافته با این چیزی نیست که من ب... بدونم ولی متوجه میشیم ابراهیم ساره را خبر کرد به دانچ ایزد تالا او را و ساره تمه در نور پیغمبر صلی الله علیه کرد و همیشه آن را متوقع بود تا هاجر بیامد چون اسماعیل بیامد و نور بیاورد ساره تمناک گشت و بگریست از غیرت و گفت یا ابراهیم چه بود که از همه زنان من بی فرزند ماندم ابراهیم علیه السلام گفت غم مدار که عزت تعالی بعده خیش تمام کند همچنان غمگین بود تا اسحاق را علیه السلام بیاورد و بزرگ شد چون ابراهیم را وقت رفتن آمد از این جهان تابوت آدم بیاورد و فرزندان را جمع کرد و آن روز شش پسر بودند و هر پیغامبری را اندر آن تابوت خانه ای بود گفت سر باز کنید سر باز کردند و نگاه کردند همه خانه های ولد ابراهیم علیه السلام اندران بدیدند و به آخر همه خانه‌ی محمد مصطفی علیه السلام بنساب انصاب همه پیدا کرده که از که باشد و انصاب همه پیدا کرده که از که باشد و به کدام نسل بازگردد و محمد صلی الله علیه اندر خانی بود از یاقوت همراه و نماز همی کرد و از دست راست از دست راست او مردی که هن متی بر جبین او نوشته هازا اول من تبعه او من امتهی من المؤمنین و او ابو بکر صدیق بود و بر یسار او فاروق بر جبین او نوشته فرق من حدید لا او لا تأخذه به الله لومتر لعیمن و این عمر ابن عمر خ... ابن بود لومت پس... لائم بیا چی چی؟ لومت لائم این سرزنش و سرزنش کننده لومت لائم درسته؟ لائم لائم تأثیر پویان نیست اونجا اشتباه نوشته یه هم یه همزه و یه سرکش گذاشته سرش ولی لائمه دیگه لائم در واقع ملامت کنه توضیحی تا اینجا نه دیگه این نداره در واقع یاران پیغمبرم من تا تو تورات باشم بازه بازم بگم اجازه هست بله توی ماجره از اسماعیل چیز کرد توی تورات اسماعیل وقتی به دنیا میاد حاجر مادرش فرار میکنه و توی راه یه فرشتهی میاد و یکی چرا فرار میکنه میگه مثلا فرار دارم میکنم از بانوم و مثلا صاحبم و اینا فرشته میگه برگرد و اسم بچهشون رو میذاره اسمایل اسمایل زبون خودشون یعنی خدا آبوناله تو رو میشنه بعد یه همین همین همی جلوش یه چیزی هست یه آیه ای هست یوتورات در مورد اسمایل میگه پسر تو وحشی خواهد بود و با برادران خودش سر سازگاری نخواهد داشت و او بر ضد همه و همه بر ضد او خواهند بود این فکر میکنم تنها جمله ای که مثلا راجع به اسماعیل برات وجود داره و همین آره اینم بگو که در واقع اونی هم که قربان میشه اصحابه چه ها که حالا نه از ما به ما گفتن که به نظر میرسه که تلاش مسلمان ها یا بالاخره چیز بوده برای اینکه این روی ارتباط چیزی پیدا بکنن دیگه با ابراهیم و بعدم یا مثلا همینجا یه چیزی هست که آجر یه جایی میرو بگو اسمش رو همین ماجره ای اینکه میگن از زیر باش آب زمزم در اومده توی تورات یه جایی که این که این فرشتر رو میبینه نزدیک چاهیه و بله. با هم مثلا یه اسمی داره و اینا خب میگم خلاصه این داستان ها چرخیبه. البته خب هزاران هزاران که نه کلی از تفاسیر تورات و اینها وجود داره و اینا شاید این داستان های اونجا گفته شده ولی به حال خیلی شخصیت محبوبی نیست و الان خیلی خاطر هم نیست ولی شاید مثلا جلوتر توی داستان های موسا و اینا یادی از اسماعیل و چیزش میشه از قومش میشه ولی خیلی تقریبا هست و از ماجرا دیگه از این محساب <سؤال> اون کل هم والا تر داشتون سوی صبت را اخبار دارین اون کل که سال آ... ببخشید بگو بگو محساب نکته دست بعد محمد اون کل ما چی که بگوستو دایی کسی که نیادونان کل با این هید و چشم آدمی آن سال کسی که نه پیر حساب میشه نه جوان حساب میشه اون کل هیجی میشه تبا نشه همین نکته اخبار سینه بود بگو مجید محمد فکر. محمد به واسه مراد زده آره ببخشید من از وقت شدم مرزاد ببخشید من حرفتو تو قطع کردم یعنی من این سال از عبول داشتم اسمایل ریشه یعنی با سمویل یکیه تو نوشتاری ابریش و یه مد نه, نه. یکی اسمایل و سمویل در بود آن یه سال داره. نه فرق داره اصلا بعدا میاد توی با این چیزای رومی و لاتین قاطی میشه اون میشه ساموئل همین سم سمی که میگن اسمایل هم میشه شمیل که اون شخصیت اول کتاب چی اسمش موبیدیک موبیدیک <applause> اون اسمش شمیله برای اسمایل میذارن اسمش نه نوشتنشون هم فرق داره با. یکیش میشه خدا می یکی میگه برای خدا می گریه الان درزی یادم نیست کدوم کدومم نه من فکر کنم فقه لغتش اصلا هم نداره بگم اینکه من خدا رو بخوانید همچین چیزی یک دعای عبریه که در واقع اسم شده یک خیلی تو تاریخ هم داری که یک جمله یک عبارت اسم بشه از این جهت بود حالا مقاله یا مطلبش بکردم توی گروه میذارم دا تمام این ایلدارا و آخرش هم همینه خدا این کار را میکند خدا میبیند خدا نمیدونم اسرائیل یعنی خدا نمیدونم زیادش میکنه این توی مایه ها. مثلا اسرائیل بازار همینه خدا فلانش میکنه آره جمله است همش و از پس پشت او زن نورین بود نوشته بر جبین او یا زین البریت و لب خلفا و این عثمان افغان بود و از پس او علی ابن عبی طالب بود شمشیر کشیده بر گردن نهاده بر پیشانی او نوشته حاذا اخو و وابن و امه المعید و به نصف اندالله تعالی و پیرامون وی مهاجرین و انصار و گفتند نور حوافر ستوران ایشان چنان تابان باشد که خورشید اکنون به دار دنیاست پس ابراهیم علیه السلام فرزندان را گفت نیک نگاه کنید تا انبیا به کی پیوسته است از شما پس نگاه کردند همه به اسحاق پیوستند مگر محمد صلی الله علیه جداگانه به اسماعیل پیوست و اندر وقت نور پیدا شد بر جبین اسماعیل پدر او را گفت بخن بخن انیان لکه یا بنین ایزد تعالی و تقدس تو را خاصه کرد بدین نور بدین نور بزرگوار خاتم انبیا و عهد و تابوت پدر به دو داد و او قبول کرد پس خاله را دختر حارث را به زنی کرد و دیدار از او بیامد و نور بیاورد چون بزرگ شد اسماعیل عهد به دو او قبول کرد و تابوت به دو سپور و پیدار ملک خیش بود خواست که بخیار آن مور به اختیار آن نور به ولد اسحاق علیه السلام پیوسته گرداند و عیزت تعالی خواست که او را بسیار اجایب ان اندر نفس او بنماید و آخر آن باشد که عیزت تعالی خواهد بله این اون هوا که بخشین هوافر میشه سوم و سطوران این عثمان زن نورین هم که خب میدونیم حالا یه روایتی هست که اول رو میگیره دختر پیغمبر و بعد که اون میمیره ام اون باز دختر پیغمبر و, و یه روایتم هم هست که هر دوتاش همزمان به داشته که خب البته من دقیق نمیدونم کدومش درسته ولی زن نورین یعنی کسی که دوتا نور داره و داماد پیغمبر دوتا دو دختر پیغمبر رو داره این در مورد این نکته خاصی دیگه هم نداریم همه از این هوافر که گفت چرا میشه به فکر کرد یه چیزی ده نو هست که هم توی جانگوشه تا رو داشتیم هم توی جانگوشه همین قر رو قلب رو اینا که گفتیم اون از اونجا میاد سوا اینکه اون توی اون یکی دنیا یک مومنین و بهشتیان قیافشون از دو چهرهشون مشخصه و روی پیکونی نور داره و از اثر سجود سیما مشخصه بعد همین ربط داره به در واقع مثلا معادل های غیر انسانیش که موجودات حیوان ها یا اشیایی که با مثلا مؤمنان و پیامبران اینا توی بهشت هستن که مثلا حیوانی که اسبی که مثلا اونجا هست همون پاش سفیده دومش سفیده این میتونه میتونه همجوری دارم من اندی بگم رب داشته باشه به مثلا ایزد آناهیتا اگه اجتماع نکردم توی آناهیتا یشت اوستا که توی آسمون یه عربه که اثبات دارن اونو میبرن بعد سمای جلوشون تلاییه سمای عقبشون نقره ایه امیدوارم اون رو رب داشته باشه همهاشون و جا آدم تحقیق و پجوهش کنه آنا قاعدتا که این در واقع اسطوره که مرز نمیشناخته هم چون تو در واقع تولید این در واقع منابع تو خودی عربستان انجام شده و ما میدونیم که یه پسر موی پیغمبر داشته یه جاوایی دانس میگرفته و در مورد رست در داستان و شاهنامه صحبت میکرده و حسابی هم کارش گرفته بوده یعنی بی اطلاع نبودن اگر کسانی که این داستانها رو ساختند احتمالاً حالا نه مثلا لزوماً با بحث اسطوره‌شناختیش ولی بی اطلاع نبودن از اتفاقاتی هم که این بر افتاد آ بولسز خب <تص> همون که گفتم باز نگاه کردم عقاب اسماعیل توی تورات نبایوت همین قیدار رو دوازده تا پسرن که حضرت محمد به این قیدار بست میشه در نهایت و همیشه هم جنگ داشتن و محل اقامتشون هم مرز شرقی مصر و سر راه آشور و این بوده دیگه این آخرین جایی که از اسماعیل یاد میشه قصه قیدار الملک ابن ان در حدیث نور مصطفی علیه السلام قیدار پادشاه بود و او را هفت خستت بود که هیچ پادشاه را نبود سید کردن که هرچه بدیدی خواستی به کمن گرفتی و خواستی مکابره و تیر انداختی که هرگز یک چوب تیر خطا نکردی سه دیگر چنان سوار هرگز نبود و چهارم به قوت او هیچ کس از آدمی نبود و پنجم به دلاوری او هیچ مرد نبود و ششم به سخابت او نبود و هفتم کسی را قوت زنان داشتن چون او را نبود دویست دختر به زنی کرد از بلد اصحاب علیه السلام که مگر آن نور به یکی پیوسته کرده نگشت و دویست سال او را عمر برآمد که هیچ فرزند نیامد آخر روزی به سیل رفت و از آنجا بازگشت و او شد تویور و سبا دید که به یک جا جمع شده او را عجب آمد به یک آواز او را گفتند به زبان آی فسیح و سخن آدمی که چرا اندیشه نور محمد مصطفی علیه السلام نداری و ودیعه وصیت که پذیرفتهی تمام نکنی و چند عمر گذاشتی به بازی و مشغول گشته قیدار به خانه شد غمگین و سوگل خورد که تمام و شراب نخورم تا ایزد تعالی مرا پیدا گرداند که چه باید کرد پس چند روز برآمد و هیچ نخورد هم در میان خامونی نماز همی که فریشتهای همچون آدمی نیکو روی با لباس از هوا آمد و فریشته همچون آدمی نیکو روی با لباس از هوا آمد و به دو سلام کرد و قیدار سلام جواب داد پس فریشته او را گفت یا ویدار چندین مملکت و شهر آراندی و به شهوات و لذات دنیا مشغول بودی. وقت نیامد که عهد را تمام کنی و نور محمد مصطفی را ادا کنی بخون پویا نیست و بدانک آن اندر ولد اسحاق نفا... و بدانک آن اندر ولد اسحاق اصحا... نخواهد بود اما اکنون بباید رفت و خدای را تعالی و تقدس قربانی کنی و از او در خواهی تا تو را پیدا گرداند این بگفت و همچنان بر آسمان برشد قیدار اندر بخت بدان جایگاه شد که اسماعیل را مولود بود هفصد کبش هفتصد کبش اقرن از کباش ابراهیم علیه السلام قربان کرد و هر قربانی که بکرد آتشی سور از هوا اندر آمد و آن قربان را به هوا برد پس از هوا بانگ آمد که بس کن یا قیدار که خدای تعالی دعا دعای تو مستجاب کرد و قربان تو قبول کرد برو اندر زیر درخت بعد بر... برو اندر زیر درخت بعد بخوز. تا به خواب اندر تو را بنماید که چه باید کرد قیدار اندر زیر درخت شد و بخور به خواب اندر دید که کسی آید و او را گوید که این نور که تو داری ایزر تعالی همه نورها را از این آفرید و نخواهد که برسد به جای دیگر مگر از پاکیزگان و دختران عرب از دختری که نام او قازره بود قیدار بیدار شد شادان گشت و اندر ساعت رسولان فرستاد به هر جایی که طلب کنند دختری که نامش غازره دختری که نامش غازره است و بدان صبر نکرد و خود برنشست و شمشیر کشیده و طلب همین کرد تا برسید به نزدیک ملک جرهم و او از بلد دهل دهلبن عامر بن یعرب ابن بهتان بود و او را دختری بود غازر نام نیکوتر زنان آن زمان او را به زنی کرد و به پادشاهی خیش برد یه نکته ای که بگم اون کبش کبش فکر میکنم درست داره به معنی گوسفند دو ساله و اون اقرنم که صفتی یعنی گوسفند دو ساله شاختاخت آره نوکته دیگه ای هم نبود الان ما بهش میگیم چپش چون تو که کردی باجای گوسفند و بوز و خیلی زیادن این همین چپش احتمالاً شده چپش آره مارن داریم چپش آه. اون گوسفند نر چپش هندلزو به غازره آمد دیگر نیست در لغت ده خدا همون که آقای ابراهیمی میگن کبس درسته کبس ممنونمید هم لزو به غازره آمد دیگر روز قیدار اندر روی قازره نگاه کرد و نور آنجا دید شاد شد و تابوت آدم علیه السلام او داشت. ولد اسحاق او را همی گفتند که تابوت ما را دهید تا نور خود شما دارید بس کند و انبیا اندر ولد ماست و او نمیداد گفت پدرم وسیعت مرا کرده است. تا روزی برفت که تابوت بگشاید گشاده نگ تا روزی برفت که تابوت بکشاید گشاده نگشت و از هوا آواز آمد که بیش این تابوت به دست تو نکشاید که تو بسیت خیش تمام کردی تابوت ابن ام خیش را یعقوب راده که آن به دست او گشاید و او اسرائیل است و ابو محمد ترنقی چنین گوید که او را بدان اسرائیل خواندند که او اندر بیت المقدس بود و آخر همه کس بیرون آمدید و پیش از همه کس اندر شدی چون اندر شدی همه چرا دیدی فرو کرده زان عجب داشت اندر مسجد نهان شد تا اینکه که همی کند آهم. زان عجب داشت اندر مسجد نهان شد تا این که همی کند چون زمانی بود آن کس را بیافت و بگرفت و بر ستونی بربست تا مردمان بامداد اندر آمدند و او را بدیدند یکی جنی بود نام آن پید. آنک نام اسرائیل بر یعقوب نهادند زیرا که آن جنی را اسیر کرده بود یا آن جنی را اسیر کرده خب این هم قاعدتا با همینی که قبول فرض گفتین احتمالا کننده ی مثلا میشه اسیر کننده جن مثلا <applause> توی چیز اما داستان معروفه که شنیدید دیگه یعقوب یعنی با خدا کشتی میگیره که اسرائیل به معنی کسی که با خدا کشتی میگیره است گویا یکی از معالیش حالا اینجا داره این جنیو میگه ولی تو کتاب تو تورات میگه یه جایی داشت میرفت و آره یه, یه فرشته اومد که الان مثلا الان میگم فرشته ولی متن منگاری داره میگه خدا با خدا کشتی میگیره و این اسم اسرائیل از اونجا میاد. چیزه نه عوض که داوود با خدا کشتی میگیره. نه. عوضه. داوود داود, داود زیر ساز بده تو پر باد و سنگ بگو مشغول به کشتن میگیره. ليش تا تو چاک کوشش کار اسرائیل که بعدنا توی این تفاسیر میگن به خدایی داشته چیز کنانیان یا خدایی هم داشتن همین ابراهیمیا نمیدونم چی میشه اسمشون بعد این خدای کنانیان رو شکست میده مثلا برای اینکه جفت و جورش کنن که مثلا با خدا کشتی نگرفته این تفاصیلی هم میگن ولی خیلی هم اسم مطمئنی نیست نگاری معنیش که دقیقا میشه کشتی گرفتن و اینا. یکی از معانی بخونیم یا فعلا بس چیکار کنیم اگه تا سر تیت خیلی نمونده بخونیم اگه زیاد مونده که آن بخون بخون تا سر تیت چه برسیم دو صفحه مونده پس چون قیدار را فرمان آمد که تابوت اسرائیل را ده غازره را گفت ناچاد این ودیعت می بباید سپورد که نزدیک من امانت است اگر من برفتم و پیش از آمدن تو را غلامی آید او را حمل نام کن پس تابوت برگرفت که به کنعان برد بر دوش برنهاد به یک ساعت از برکت آن تابوت نزدیک کنعان برسید و زمین او را برگرفت و زمین او را برگرفت پس تابوت یکی بان ام... او اول درست بود پیان. زمین او را برگرفت و زمین او را برگرفت پس تابوت یکی بانگ کرد یعقوب علیه السلام گریان کرد گریان گشت که آن نور با او ندید گفت یا ابنم چه بود تو را گفت نور محمد صلی الله علیه بدادم نور از من بشد یعقوب گفت به فرزندان اسفاق دادی گفت نه بالعربی یتل جرحمیه را یعقوب گفت به فرزندان یعقوب گفت به فرزندان این بزرگ شرف مصطفی صلی الله علیه که نبود مگر اندر عربیات تاغرات یا پیدار بشارت تو را که تو را دوش به سری بزرگ بار آمد قیدار گفت تو به زمین شام و او به زمین حرم اندر چگونه دانی؟ گفت درهای آسمان گشاده دیدم و آن نور تا به آسمان برشده که محمد مصطفی را سلدن علیه ایزد تعالی از آن موجود دارد بدانستم که حال بود است اندر عالم جهت او حال بود است اندر عالم جهت او پس چون حمل بزرگ شد قیدار دست او گرفت تا او را مکه و مقام و جایگه خانه بنماید چون به کوه سبیر رسید ملک الموت اندر صورت آدمی ان در صورت آدمی پیش او آمد و سلام کرد و گفت کجا روی یا پیدا؟ گفت این پسر را خانه و این پسر را مقام و خانه حرام بخواهم نمود. گفت امید که خیر باشد اما من تو را نصیحتی دارم. دست وی بگرفت و روح او از سوی گوش قبض کرد و قیدار مرده بیفتاد بی پیش پسرش. حمل خشم گرفت و گفت پدرم را بکشتی. مرکل موت گفت نیکو نگاه کن که تا خود مرده است یا نه. هم خواست نگاه کند. مرکل موت اندر پیش او به آسمان بر شد و حمل برنگرید هیچ کس ندید. دانست که حال چیست. فراسر پدر بنشست گریان. ایزد تعالی سبب کرد تا اندر وقت گروهی از فرزندان اسحاق علیه السلام فرا رسیدند و قیدار را بشستند و کفن و دفت کردند و به کوه سبیر اندر نهادند هم تنها و یتیم به ما ایزد تعالی او را قبول کرد تا بزرگ شد و ملک شد به عز و شرف و زنی بزنی کرد از بزرگان قوم خیش بران جمله که ایشان را عهد بود نامش حریوه و نبد از او بیامد و به رسم پدر خویش همی بود به جلالت و, به جلالت و بزرگی تا, هم... تا همی سع از او بیامد و باز همی سع را عدد بیامد و نامش در جهان بزرگ شد و علم و ادب آموخت و فضل, کتابت بود او را بر اهل زمان خیش و عدد را عدنان بیامد و عدنان بدان گفتند که چشم جن و انس بدو بود خواستند که او را از حسد بکشند که دانایان حکیم گفتند که بزرگان عالم از این باشند ایزد تعالی موکل کرد بدو هر چند جهد کردند بدو بد نیارستند کرد تا بازداد ز او معد بیامد و او را معد بدان گفتند که اندر بنی اسرائیل بسیار حرب ها و غارت ها کرد و به همه وقتی مزفر و منصور بود همی... تا, او... تا باز از او معد بیامد همین رو بگم بگم درست تا باز از او معد بیامد و مالی او را جمع شد که هیچ پادشاه را چندان نبود اندر دنیا باز نزار از او بیامد و او را نزار از آن گفتند که معد چون نور مصطفی صلواتون الله علیه اندر او بدید قربان ها بسیار کرد آخر گفت اگر هیچ ملک و ملک من است همه پیش این نور قربان کنم اندک باشد بخونی لپلینون نزر باز او از قوم خیش چنان که اه او زنی به زنی کرد نامش سعده و مزر از او بیامد و او را مزر بدان گفتند که هرگه که او دست به دلبرنهادی هیچ کس او را ندیدیم و سید همه عرب او بود و از این هر یک خویش خیش نامی همینه بشت به عهد دو میساق بر آن جمله که گفتیم و آن نامه ها اندر خانه کعبه همین نهادن از روزگار اسماعیل علیه السلام تا آنگاه که پیل را به مکه آوردند پس امر ابن آن همه تغییر کرد پس مزر کزمه را به زنی کرد و کزمه را ام حکیم گفتیم الیاس از او بیامد بعد از آنکه از فرزند نومید گشته بودند و الیاس همیشه تلبیه کردن حضرت رسول علیه السلام می شنید و می گفتی مردمان را تا مفسه را به, به زنی کرد یا مفسه به زنی کرد و مدرکه از او بیامد و او را مدرکه بدان گفتندی که برسید به درجه بزرگ از شرف و فض باز مدرکه قرعه را به زنی کرد و خریمه از او بیامد خزیمه حالا اونجا گفته اینجا شد خزیمه خزیمه دیرگاه زن نکرد که نمی اند اندر خورخیش مرساد؟ این تربیه کردن که گفت اون گفتنه تربیه م. کردن رسول رو میشه این صدای لبک کردنش رو میشه درست اندر دید که مره دختر ادبن تابخه را به زنی باید کرد پس بزنی کرد و کنانه از او بیامد و کنانه ریحانه که اون متیب گفتندی بزنین کرد و نظر از او بیامد ایزد تعالی او را مختار کرد که حالا مختار کرد یا ممتاز کرد هم توی پاورقی گفته اعتمال داره باشن و نوری بزرگوار از او پدید آمد و او را قریش گفتند هرچه فرزندان نذر باشند قرشی باشند و چه از اون نیستند قرشی نباشند و او آن بود که به خواب دید اصلا نباشین امید بگو احتمالا قرشی آره یه ظاهرا قرشی همین قرشی مزا سب دخواست کنید به این که این چیزی که کلیتی که خوندیم نوری که خدا به آدم میده آدم به شیث میده اونجوری دست به دست میگرده تا میاد فلننم ادامه داره توی این مرد؟ این هیچ تفاوتی با اون فرح ایزدی نداره نگاه فرح ایزدی که داره اونجوری منتقد میشه حالا اینجا به زبان نور و در بستر انبیا از پیامبری برادری اونجا فرح و از پادشاهی به پادشاهی دیگه اصل چارچوب قصه یکی اونجا تو داستانی هم که فره از در واقع جمشید بیرون میاد، اونجا هم به صورت سه تا نور میاد بیرون بعد میگه که اولین این دونم مرغ وارق, وارق نگرفت و به گرشاس داد و دوبومی. مرغ وارق نگرفت و به فریدون داد و عرض کنم خدمت اونجا هم در واقع فره به صورت نور از جمشید جدا میشه در مورد این تل بیارم که گفتی یه رسمی بوده که پیش از اسلام در واقع تو سلسله تو سلسله میگم شرف جزیره عربستان خیلی رایج بوده تو اون کتاب الاسنام یا تنکیس الاسنام ابو منظر و, منذر و ابن محمد کلبی در مورد رسم و رسومی که قبائل عرب در ارز کنم که زیارت کعبه داشتن پیش از اسلام در مورد همین تلبیهها میگفته نوشته یه کتابی نوشته و یه جاش میگید که چنان که قبیله نظار هنگام تلبیه میگفت لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک الا شریک هو لک تملکه و ما که اگر یا نه خدا قسمت کنه برین مکه اون بخش اول شای شما باید تو تلبیه مکه تو تواف بگیم لبک اللهم لبیک لبیک الله شریک لک حالا اینم از نکته ای تلبیه مرسی یاد اون آخونده افتادم که به حج رو هم شد بسیار میگو <تصحیح> <applause> نه بخوام بگم که این در واقع اونا هم قائل بودن که برای اینا شریکی نیست برای این اسنامی که تو مکه بودند و اینکه اون هر وله بین صفا و مروه هم این صفا و مروه دو تا کوه هم دو تا بز بزرگ عربه کی سر کوه صفا بوده کی سر کوه مروه و تو ایام از عرب جاهلی هم بین این و مروه هر میرفت رفت. بعدتر در واقع رسم موند و خود اسم آوازید. بسیار عرب. درست داریم. آقای ابراهیمی، یادتون هست که چرا عرب جاهلی این مسیر تیمی طی میکرد والا این من رو تو ذهنم نیست الان چون من خیلی وقت مطالعات دینی نکردم ولی احتمالا سعی صفا و مربرم به قصد به قصد تقرب به بوتا کردم <applause> نه به خاطر اینکه زن ابراهیم این مسیر را هفت بار ت... پی... پی بود برای یافتن آب اس اینا اس اینالا چی چی میگن مسلمان میگرد عرب دو تا بت داشت از این دوتا کو خب حالا اونجوری هم که بود زن ابراهیم بس این بسیر را برای زیارت بت ها میره مثلا نه 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 اینا بعد وقتی میخوان اسلامش کنن که قاعدتا اینجوری میگن دیگه آها ایدوی. بعد که میخوان بگن اون قاعدتا باید یه ریشه دینی بغش پیدا کنن دیگه برای حبس شعائر خیلی معلومه. مطمئن نیستم میگم شعائر اینجوریه. خیلی سابقه ایجاد. مورد تو زینم رضایی از این کار زیاد کردن دیگه یه قصه ای که ریشش دیگه بوده. روی مثلا یه کشینه دینی اینجوری براش ساخته باشن کلن حالا تو شبه جزیره عربستان خب بالاخره تو همین کتابی هم اصنام نوشته است که از اصلا قاعده این کار همین بوده است که برای در واقع پرستش بوتهایی این, این کار انجام می شده و همون حتی همین تلبیه و اینکه هر قبیله برای خودش یه پرچمی داشته به یه شیوه نزدیک می است به کعبه از چه فاصله شروع می‌کردن به تربیه گفتن اینها رو همه‌شون کتاب علی اسلام گفته من خیلی وقت پیش خوندم این رفتن ذهنم نیست دقیق شو ولی اگر لازم باشد که می‌خونم دوباره براتون بازیم از این کتاب آقای جعفریان می‌باشده که مردم و جاهلیت انجام می‌دادن تصور و دو تا چیز بوده بود بوده به نام های اصاف و نائله اینا میرفتن و لمسشون میکردن و برمیگشتن بین اینا و تصورشون این بوده که اینا زن و مرد زناکاری بودن که تبدیل به سنگ شدن ولی خب تو قرآن هم که حالا آیهی داریم که واجب میکنه سعی صفا و مرور بله بله از روی شغیر دینی هم داره عبون. بس. آره این آقای جفریان مرحوم نمورده که مرحوم چرا مگه مرد رسول جعفری ما نه سری هم سن که خونه مجلس فکر کنم نه نه به درد ما در کل بد نیست آخون هست بری خب دیگه